سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری خواه سنای آمریکا بار دیگر هشدار داد باراک اوباما نبایستی به یک توافق بعد با رژیم ایران تن بدهد و او نمیتواند برای همیشه کنگره را دور بزند. مک‌کانل افزود رژیم ایران به بحران‌ها و نگرانی‌ها در دیگر کشورهای خاورمیانه از جمله در سوریه سوخت می‌رساند و در نتیجه سنا نمی‌تواند از دیگر رفتارهای رژیم ایران به خاطر یک توافق هسته‌ای چشم‌پوشی کند. خبرگزاری رویتر درباره نامه سناتورهای آمریکایی به سران رژیم گزارش داد. این نامه به پیشگامی سناتور تام کاتن ارائه شد که به تغییر رژیم در ایران فراخوان داده است و نه به مذاکرات. امضا کنندگان این نامه شامل همه رهبران جمهوری خواه سنا و کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری 2016 تد کروز، مارکو روبیو و رند پال بود. هیل مجله کنگره آمریکا درباره نامه 47 سناتور جمهوری خواه به سران رژیم آخوندی می نویسد این نامه سرگشاده یک هشدار روشن به کاخ سفید است که کنگره تحت تسلط جمهوری خواهان یک پیمان هسته‌ای با رژیم ایران را تصدیق نخواهد کرد. این تهدید یک وزنه واقعی است. بیش از یک دوجین از سناتورهای دموکرات آماده اند تا در صورت شکست مذاکرات از لایحه جدید تحریم‌ها علیه رژیم ایران حمایت کنند. رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع به نقش مقاومت ایران در مختل کردن روند مطامع اتمی رژیم اعتراف کرد و تاکید کرد توقف در فعالیت‌های اتمی تنها با مصوبات مجلس و تاکید خامنه‌ای بود که بار دیگر راه اندازی شد. خبرگزاری حکومتی ایسنا نوشت بروجردی با یادآوری گزارشات سازمان مجاهدین مبنی بر اینکه نظام به دنبال ساخت بمب هسته‌ای بوده و در پی آن به مدت 2 سال کلیه فعالیت‌های هسته‌ای ما متوقف شد گفت در مجلس هفتم 4 مصوبه مهم را در عرصه هسته‌ای گذراندیم و دولت را مکلف کردیم که مجدداً فعالیت‌های هسته‌ای را آغاز کند و خامنه‌ای در ملاقات بعد از این مصوبه گفت که این مصوبه از تمام مصوبات بعد از انقلاب مهمتر بود. یک کارشناس رژیم اعلام کرد که بازگشت فعالیت‌های هسته‌ای به وضعیت قبل از توافق به 7 سال زمان نیاز دارد. مهدی محمدی نزدیک به تیم مذاکره کننده سابق رژیم همچنین با اشاره به پنهانکاری در مذاکرات گفت نباید این گونه باشد که اطلاعات را تا آخرین لحظه محرمانه بدانند و سپس نظام را در مقابل یک عمل انجام شده قرار دهند.